دریوری میگوید به جملات نامفهوم و بیمنی و خارج از موضوع دریوری میگویند. داستان ضرب المثل زبان دری در دوران دربار ساسانی رایج بود. بعد از آنکه یزگرد پادشاه ساسانی ناچار شد به خاطر حمله اعراب پایتخت خود تیسفون را ترک کند و به سمت مشرق برود، به همراه پادشاه هزاران نفر نیز بودند که او را همراهی می کردند. به همین علت مرو مرکز زبان دری شد. این زبان در خراسان رایج شد. سالهای زیادی طول کشید تا این زبان در تمام کشور رایج شد. چون ایرانیان از قرن سوم تا هشتم هجری زبان دری را به خوبی نمی فهمیدند، بنابراین هر مطلب نامفهوم که برایشان قابل درک نبود را به زبان دری تشبیه می کردند و می گفتند دریوری می گوید.